سال پیش در اخبار بی بی سی شنیدم در هر ساعت 3 ایرانی در تصادفات رانندگی کشته میشن. جاده های ناامن و سرعت بالا این آمار رو مرتب افزایش میده. مادرم همیشه میگه کاش قوانین سخت‌تر و قیمت جریمه ها بیشتر بشه. به نظر اون اینجوری تعداد تصادفات کمتر میشه. باورم نمیشه در طول این چند هفته انقدر اتفاقای جدید بیفته. من که فکر میکردم یه سفر کوتاه میرم و رعنا رو میبینم. نمیدونستم از من پنهان کرده که بارداره. حتما خیلی بهش سخت گذشته. آره خیلی ضعیف شده. فکر میکرده که من راضیش میکنم برگرد. باورم نمیشه که ما الان داریم به این فکر میکنیم که شاید من برم پیشش. مطمئنم تا وقتی که هر دو با هم تصمیم بگیرین همه چی خوب پیش میره. هرچند که من ترجیح میدم شما ایران باشین که من مرتب بچه برادرمو ببینم. پدر مادرها هم نظرشون همینه. فعلا که ما فقط داریم بهش فکر میکنیم. من فقط اومدم ببینم کافه بدونه من چطور میچرخ. بذار به این مشتری سر بزنم. پر کردن فرما تموم شد. پس جدن داری به آمریکا رفتن فکر میکنی؟ اگه تو رشته تاریخ هنر از دانشگاه تگزاس بهم پذیرش بدن، ویزا هم بهم بدن، بدون شک میرم. ببین کی به من میگه بمون ایران؟ تو که میخواستی بچه برادرتو ببینی؟ شیرینه، میپرسه با عرفان حرف زدی یا نه؟ هنوز با هم حرف نمیزنم. امشب قراره برم پیشش. گفت نمیخواد بیاد اینجا. از دست تو خیلی ناراحته که قبل از این که به خودش بگی تا توضیح بده به شیرین گفتی. آخه خیلی شوکه شدم. حتی اون موقع نمیتونستم فکر کنم. منم خیلی تعجب کردم وقتی پلیس زنگ زد. اما تو که میدونی هر سال چند نفر در تصادفات رانندگی میمیرن. اینو میدونم. اما چرا بعد از این مدت هنوز به عرفان مشکوک هستن؟ عجیبه. امشب مشخص میشه.